22 پوشپلی 1368 13 جولای 1989 دکتر عبدالرحمن قاسملو سکرتیر گشتی حزب دموکرات و حوری عبدالله قادری آزاد نونری حزب لدروی ولات بدست نیردراوانی رژیم تروریستی کوماری اسلامی ایران لشاری بیان شهید کران امسال لحلو مرجگی تایبت دا یادی ام ترورو کسایتی و باورکانی دکتر قاسملو سکرتیری گشتی حزبی دموکراتو ریبری دیاری خباتی نتبی و شورش گیرانکی خلق روشلات کردستان نکینوا کتایکانی خرمانانی سال رابدو دوای اوی گشتی بنای و ارشادی رژیم آخوندی لطاران گیانی جینا امینی کی جا کرد کیلاوی سقزی استان کوملگای ایران پینای قناخی نو بیوینه لبربرکانی و راپرین دجی رژیم دسلاتداری ایران کشتنی جینا که درجه دیان و صدان تاوانی کری لم چشن خوی دام و دزگا سرکوکری کومای اسلامی ایران و بو چخماخی سرهلدانی خوپشاندان و راپرین جماوری لسقز و شارکانی تری کردستان ام را پرینه که بدروش می جن جیان آزادی دسته بکرد زور زو تاران و زور به پارزگاو حریم نتوه یکانی بیکی گتوه زور بون جماله ام شهر و پارزگایانه بون گورپان را پرین بر دوامی چندین مانگی ام را پرینه بشتاری بربلاو برین چین توجکانی خلق و دروش می راشکاوانه ان بروخان رژیم بون جنان لغیز پیش وی خو پیشاندنکان و بویریان لطور حلدان حجاب زورملی بشک لم آماجانه بون که امرا پرین سرانسریه بناو نشانه شورش کی برلاوی بک شورش جینا بناسره توان شورش جینا زورترین نگرانی و ترست لروخانی خسته هناوی سرانی کوماری اسلامی وان هر بو یک کومالگای روشلات و شرکانی کردستان چقی هلگیرسان و یکل ناوند سرکیکانی بردوامی ام شورش بون روبروی پلامار و درندهی هیز سرکود کرکانی ام رژیم بونوان دست پیکی ام پلامارانه هیرش موشکی و هیرش بدرون بو سر بنککان و کمپی بنا مالکانی سر به حزب و ریخروه سیاسیکانی روشلات کردستان لپولایی خاک حریم کردستان دابو چونکه کردستان هر واسنگری لگی نهاتو و بزود نوی نتوی و شورش گیرانکی و خلق خباکارکی هر واسر لسر پی و چقلی چاوی کماری اسلامی ایرانن لا یک سال رابدو دا ناو باورکان دکتر قاسملو لحمو کار سیاتر لگو رپان سیاسی کردستان و لنیو جرگی رو دا وکان دا دروشای و بدگمان خو پیشاندان هات نسر شقام و کوبنوائی که جماوالی را پریوی خلکی کردستان هبو که درشمی قاسملو ریگا دریجه هی تیدا ندرابو دوپاد نبو بیتوان و تکانی امر ریبره لپیوندی لگل بیستو خواستکانی خلکی کردستانو روایی خبات و خوراگیریان
هروها روانگو بوچونکانی لباری سرروی دجا خلکی و دجا مرووی بونی نیوروک رژیمی کوماری اسلامی هاندر و رینشاندری خلکی راپری و لجوشتانی یکتوی ریزکانیانو راوستانیان لبرانبر دجمنانی مافو آزادیکانیان دبوا ناستینی قولی سیاسی اسمون روانگکان و بوچونکان دکتر قاسملو لما ویدا هر وها رینوین و یارمتی دری ریبری حزب دموکراتی کردستانی ایران لروبروب نوال اگر روداوکان شورش جینا و حلبست ارتن لعاستیان دبون حزب دموکرات چه پیوندی لگر پشتیوانی و رینوینی خلکی خباتی خلک کمان لنی خوی ولاد دا چه لدیالوگ و حوکاری لگر اپوزیسیونی ایرانی دلوی ولاد دا روانگا درستکانی ام ریبر لیها دوی خوی فراموش نکدو و کدونی بچرای ریگای تکوشانی لکادک دا یادی 34 ساله دکتر قاسملو حوری قاد عبدالله قادری آزار دکی نوکه کیسی ام ترورا بداخل و حروا بداخل اوی ماوتو ساوت و ساودای نهینی 34 سال لموبر حکومتی اوکاتی اتریش لگر رژیم تروریستی ایران نستر کیسی تروری دکتر قاسملو ری خوشکر و هندری ام رژیم بو بردوامی لسر تروریزم تروری نایارانی لأوروپا و ولاتانی ترگو میجوی پیوندیکانی ولاتانی رجعاوه و کمار اسلامی پر لم راستیه که حرکا دارگاکان و نواد سیاسیکانی ولاتانی رجعاوه به جدی و لیبراوانه لگر کردوه و پیلانه تروریستکانی ام رژیمه لسر خاک خویان روبرو گونتوه دسالا داران تروریزم ایران ناچار به دعاخستن بلند پیلانکانیم بلام او کاتنه رجعاوه به نرمی لگر یان جولاوه توه کمار اسلامی به شیوه اگی برفراوان ترو راش کاوانه لنی و جرگی وراتان روش آوائی دا دستی بو ترور و رفاندن بدوه یا لنی خوی ایران دا هولاتیان روش آوائی ببارمته گتون لمنگکان رابدو دا شاید اعدام جماره چلاک سیاسی ایرانی بون که رژیم تروریست ایران لدروی سنورکا رفاندو بونی ولاتان روش آوانک هل دش کرده و هل بیست شیاویان لعاز امتاوانه نبو جماره لدیپلومات روستکانی ام رژیمشیان که دارگاکانی خویان دا سبارت به انجام دانی که دوی تروریستی محکوم ببون به دوی ریکوتن و سات و سودای که نهینی لگا تاران برالا و روانه ایرانیان کدونوان داوا و چاورانیکانی نتوکانی سر جغرافیای ایران لدولتان روژاوان لبرای بایکوتی ام رژیم و شاروانیم ام چاواریوانیا به هوی ری پیوان و متینگ دیان هزار کسی اکان لپای تختی ولاتانی جهان با آگاداری برای گشتی ولاتانی روژاوه گشتون حزب دموکراتی کردستانی ایران هر چشن ریکوتن و سات سودای نهینی ولاتانی روژاوهی لگر رژیم تروریستی کماری اسلامی و ما بستی چاپوشی لکرده و تروریستکانی و برنامه نو کیکی و هر وحا زوت و سرکوتی مفکان مروح بتوندی محکوم نکام باجدان به رژیم که روایی نمو و به زبر سرکوت حملیانه روخان خوی و دواخستوه هر تنیا خیانت به شورش رش سلانسر یکه نیه بلکو چاو نقوندنه چاو نقاندنه لآس دستی وردان و هرشکان ام رژیم بسر ولاتان نوچه خو گیر کردنه لدستی کل کردنی کمار اسلامی لگر روسیا بودا گیر کردن و کشتاری خلق اوکراین میدان به یاخیگری و تروریسم دولتی و نادیده گردنی ریشون نیودلت یکان للایم ام رژیم و زور ناخین دوکلی ام جور سیاست کدنه دچیت جا و خودی ام ولاتانه و هاو پیمانکانیان لناوچه کدام حزب دموکراتی کردستانی ایران لسی و چار ساله تور ریبر شهید دکتر قاسملو حوری عبدالله قادری آزاده سلاو بو گیان پاکیان دنیرو لگل گیان اوان و سرجم شهیدان و قربانیان ترور و سرکوت کماری اسلامی دا بتایبت شهیدان شورش جن جیان آزادی پیمان نوی لکتاوا کتاکو تای هینام بتمن ام رژیم و هینان سرکاری رژیم که دموکراتیک لیران لیبراوانه لخبات بردواما اولا
اولویتی حزب ایمان لحلو مرجی استادات هل خان کدنی زورترین تواناکانی خوی بو پشتیوانی لشورش نوی لکومالگای ایران و کومالگای کردستان و سرانسری ایران و استوگرتنی ام ارک قرصو هر لوکات پیروزه دا لی من خازر حولکان من هرچ زیادتر لپینا و پیکنان یکردوی و حوکاری هز و ریخ راوکانی کردستان و تیکوشان بو آمانجی پیکنانی بدید که دموکراتیک و فرنتوا بو قناخ دوائی کماری اسلامی شرطر دکی نوا حزب دموکراتی کردستانی ایران ناوندی بری و بری 15 جولای 2023 زور سپاس زور سپاس بوکاگیر استاش پیام مرکز اجرای حزب دموکراتی کردستان ایران به مناسبت 34مین سال روز ترور دکتر قاسملو و یارانش به زبان فارسی از طرف کاکسیای تهرانی مرکز اجرایی حزب دموکرات کردستان ایران به مناسبت 34مین سال روز ترور دکتر قاسملو و یارانش بیش از 3 دهه است که تیر ماه هر سال برای حزب دموکرات کردستان ایران و ملت کرد یادآور واقعی تلخ و جانگداز است. روز 22 تیر ماه 1368 دکتر عبدالرحمن قاسملو دبیر حزب دموکرات کردستان و رفیق عبدالله قادری آذر نماینده حزب در خارج از کشور توسط فرستادگان رژیم به تروریستی جمهوری اسلامی ایران در شهر وین پایتخت اتریش به شهادت رسیدند. امسال در شرایطی ویژه از این ترور یاد کرده و شخصیت باورها اندیشه و نقطه نظرات دکتر قاسملو دبیر کل حزب دموکرات و رهبر برجسته مبارزه ملی و انقلابی مردم کردستان ایران را گرامی می‌داریم. اواخر شهریور ماه سال گذشته پس از آنکه گشت به اصطلاح ارشاد رژیم آخوندی در تهران ژینا امینی دختر جوان کرد اهل سقز را به قتل رساند، جامعه ایران وارد مرحله جدید و بی سابقه از رویارویی و قیام علیه رژیم حاکم بر کشور شد. قتل ژینا که ادامه دهها صدها جنایت از این دست توسط نهادهای سرکوب وابسته به رژیم بود، به جرقه شروع تظاهرات و قیام مردمی در سقز و دیگر شهرهای کردستان مبدل شد. این قیام که با شعار زن زندگی آزادی آغاز شد به سرعت تهران و بیشتر استانها و مناطق کشور را فرا گرفت. کثرت و فزونی شهرها و استانهایی که به عرصه قیام تبدیل شدند، تداوم چندین ماه این قیام، شرکت گسترده و فراگیر اقشار و طبقات مردم و شعار صریح آنها مبنی بر سرنگونی رژیم، پیشاهنگی و حضور زنان در صف مقدم تظاهرات و شجاعت آنها در برداشتن حجاب اجباری بخشی از مظاهری بود که موجب شدند این قیام سراسری تحت عنوان انقلاب سراسری یا همان انقلاب ژینا شناخته شود. انقلاب ژینا بیشترین ترس و هراس از سرنگونی را در دل سران رژیم جمهوری اسلامی افکند. به همین دلیل جامعه و شهرهای کردستان ایران که کانون خیزش و یکی از مراکز اصلی تداوم این انقلاب بودند، با یورش و درندخویی نیروهای سرکوبگر این رژیم مواجه گشتند. سرآغاز این یورش، حملات موشکی و بهبادی به مقرات و اردوگاه‌های خانواده‌های وابسته به احزاب و سازمان‌های سیاسی کردستان ایران در عمق خاک اقلیم کردستان بود. از آنجا که کردستان کماکان سنگری تسخیر ناپذیر است، جنبش ملی و انقلابی و مردم مبارز آن همچنان پابرجا و استوار و خار چشم جمهوری اسلامی هستند. طی یک سال گذشته نام و اندیشه های دکتر قاسملو بیش از هر زمان دیگری در عرصه سیاسی کردستان و در بطن وقایع درخشیدند. به ندرت تظاهرات و قیام خیابانی و یا اجتماع توده های وفاخواسته مردم در کردستان وجود داشتند که در آن شعار قاسملو قاسملو راحت ادامه دارد سرداده نشده و تکرار نشده باشد. گفته های این رهبر در رابطه با خواسته ها و مطالبات مردم کردستان و مشروعیت مبارزات و مقاومت آنها و نیز دیدگاه و نظرات ایشان در خصوص ماهیت دیکتاتوری استبدادی ضد مردمی بودن و انسان ستیزی رژیم جمهوری اسلامی محرک و راهنمای مردم پاخواسته برای ایجاد همبستگی و وحدت در صفوف خیش و مقاومت و استادگی آنان در مقابل دشمنان حقوق و آزادی اشان بوده است.
شناخت سیاسی عمیق، تجربه، دیدگاه‌ها و نقطه نظرات دکتر قاسملو در این مدت همچنین راهنما و یاری دهنده رهبری حزب دموکرات کردستان ایران در چگونگی تعامل با رویدادهای انقلاب جینا و موضع‌گیری در مقابل آن بوده است. حزب دموکرات چه در رابطه با حمایت و راهنمایی مبارزه قلبمان در داخل کشور و چه در رابطه با دیالوگ و همکاری با اپوزیسیون ایرانی مقیم خارج از کشور، دیدگاه‌های صاحب این رهبری به کفایت و شایسته خود را فراموش نکرده و آنها را چراغ راهنمای فعالیت‌ها و مبارزات خویش قرار داده است. در 34 سال روز شهادت دکتر قاسملو، نگاهی به نقش او و تأثیر این رهبر کبیر در تعیین و جهت‌دهی و پیشبرد مشی مبارزه و مقاومت مردم کردستان علیه رژیم جمهوری اسلامی می‌افکنیم. در عین حال برداشت و نقطه نظرات این رهبر در خصوص سیستم حکمرانی مناسب برای آینده ایران را مورد توجه قرار می‌دهیم. برداشتی که از واقعیت و بافت جغرافیایی ایران نشأت گرفته، با روح زمانه و خواسته و مطالبات انقلاب نوین ملت‌های تحت ستم این جغرافیا تطابق داشته و می‌تواند راهنمود و راهنما و یاری دهنده ما در تحقق آینده مطلوب برای ایران و کردستان باشد. کردستان پیشاهنگ مقابله با دیکتاتوری جمهوری اسلامی و نمونه بی‌نظیر شکیبایی در مقاومت و رد حاکمیت این رژیم آزادی ستیز بوده. ما در مخالفت و مقابله با رژیم خمینی اولین بودیم و معتقدیم که در آینده نیز تا به آخر با رژیم خمینی در تقابل خواهیم بود. حزب دموکرات کردستان ایران تحت رهبری دکتر قاسملو نقشی تعیین کننده در فریب نخوردن مردم کردستان با شعار ضد امپریالیستی این رژیم و تبلیغات دروغین خمینی مبنی بر برادری میان امت اسلامی ایران داشت. بایکوت و عدم مشارکت اکثریت مردم کردستان در رفراندوم رأی دادن به جمهوری اسلامی، اگر از سوی به مفهوم شنا کردن این مردم این منطقه برخلاف جریان آب و تقبل هزینه‌های سنگین آن بود، اما از سوی دیگر عدم مشارکت مفتخرانه و سرفرازانه در روند حاکم گردانیدن یک نظام و حاکمیت ارتجاعی دیکتاتور و ضد بشری بر سرنوشت ملت‌های ایران بود. نظام و حکومتی که سیاه‌ترین و تلخ‌ترین دوران‌ها را بر جامعه ایران تحمل کرده است. هم‌آوایی همصدایی که مردم ایران در روند انقلاب جینا با مردم پاخواسته کردستان به نمایش گذارده و می‌گذارند، به مفهوم تجلیل از این پایداری کردستان بر استقرار دموکراسی و تأمین حقوق ملت‌های تحت سلطه و دفاع آنان از برابری زن و مرد و مردود شمردن دیکتاتوری مذهبی از همان روز نخست بر سر کار آمدن رژیم آخوندها است. تجلیل از حد فراست و هوشیاری سیاسی جنبش ملی و انقلابی مردم کردستان و هزینه سنگینی است که ملت کرد در ایران طی مدت 40 سال گذشته در مبارزه علیه این رژیم دیکتاتور متحمل شده است. ترور و از دست دادن رهبری بزرگ چون دکتر قاسملو بخشی از این هزینه و فداکاری بوده است. علارغم آنکه مسئولان جمهوری اسلامی چنین وانمود میکنند که با اعدام، بازداشت، قتل و حاکم گردانیدن فضای سرکوب به انقلاب جینا پایان دادند، اما خود نیز میدانند که این وضعیت موقتی است و رژیمشان در انتظار انفجاری دوباره آتشفشان نارضایتی و خشم ملت‌های ایران است. مردم ایران با پیشاهنگی کردستان و برای انداختن انقلاب زن، زندگی، آزادی، قاطعیت خود را در عبور از این رژیم به اثبات رسانیدند. به همین جهت مسئله ساماندهی آلترناتیو جمهوری اسلامی کماکان یکی از مهمترین موضوعات انقلاب است. درسی که مردم کشورمان و نیز نیروهای سیاسی باید از رویدادهای تاریخ معاصر ایران گرفته باشند این است که نباید بار دیگر یک سیستم دیکتاتوری را جایگزین دیکتاتوری دیگر کنند. حزب دموکرات کردستان ایران به ویژه در جریان انقلاب جینا در تشویق نیروها، جریانات و شخصیت‌های مبارز و آزادیخواه ایران جهت دیالوگ و همکاری با یکدیگر به منظور اتحاد و ائتلاف و تشکیل آلترناتیو جمهوری اسلامی غافل نبوده است. با این وجود آشکارا و قاطعانه اعلام داشته ایم که خواهان ائتلاف و پیمانی هستیم که ضمن مردود شمردن هر گونه نظام دیکتاتوری، خواه اسلامی و خواه پادشاهی، برای ایران آینده به کثیرالملل بودن ایران اعتراف نموده و حقوق ملی ملت‌ها را به رسمیت بشناسد. ما عمیقاً به صحت و صدق این گفته زندیات دکتر عبدالرحمن قاسملو اعتقاد داریم که در فقدان یک رژیم دموکرات حقوق ملی خلق کرد و دیگر خلقهای ایران تأمین نخواهد شد و بدون تأمین حقوق ملی خلق کرد و دیگر خلقهای ایران هیچ رژیمی نمیتواند دموکراتیک باشد.
ما اطمینان داریم که هیچ رژیمی در ایران رژیمی واقعا خلقی عادل و دموکراتیک نخواهد بود، چنانچه نتواند مسئله ملی را که یکی از معضلات سیاسی و اساسی کشور ماست حل نماید. در حالی در 34 سال روز ترور دکتر قاسملو رفیق عبدالله قادری آذر یاد و نامشان را گرامی می‌داریم که متاسفانه پرونده ترور کماکان مسکوت مانده است. به دوستان‌های 34 سال قبل دولت وقت اتریش با جمهوری اسلامی بر سر پرونده ترور دکتر قاسملو راهگشا و مشفق این رژیم برای ترور مخالفانشان در اروپا و دیگر کشورها بوده. تاریخچه مناسبات کشورهای غربی با جمهوری اسلامی ایران مملو از این واقعیت است که هرگاه دادگاه‌ها و نهادهای سیاسی کشورهای غربی با جدیت و قاطعانه با اقدامات و توطئه‌های تروریستی این رژیم در خاک خود برخورد کرده‌اند، حکام تروریست ایران ناچار به تعلیق توطئه‌های خود شده‌اند. اما زمانی که غرب در تعامل با آن رژیم از خود نرمش نشان داده، جمهوری اسلامی به شیوهی گسترده تر و علنی در قلب کشورهای اروپایی اقدام به ترور آدم ربایی نموده و یا در داخل ایران شهروندان اروپایی را به گروگان گرفته است. طی ماه‌های گذشته شاهد اعدام شماری از فعالان سیاسی ایران بوده ایم که رژیم تروریستی آنها را در خارج از مرزهای ایران ربوده است. کشورهای غربی نه تنها در قبال این جنایت واکنش و موضع در خوری اتخاذ نکردند، بلکه پس از توافق و تبانی با تهران شماری از دیپلمات تروریست‌های این رژیم را نیست که در دادگاه‌های خودشان به اتهام انجام اقدامات تروریستی محکوم شده بودند آزاد و روانه ایران کردند. خواست‌ها و انتظارات ملت‌های ایران از دولت‌های غربی در مورد بایکوت این رژیم بر کسی پوشیده نیست. این انتظارات از طریق راهپیمایی، میتینگ‌های ده‌ها هزار نفری در پایتخت‌های کشورهای جهان به اطلاع افکار عمومی کشورهای غربی رسیده است. حزب دموکرات کردستان ایران هر گونه توافق و تبانی کشورهای غربی با رژیم تروریستی جمهوری اسلامی با هدف چشم‌پوشی از اقدامات تروریستی و برنامه هسته‌ای آن و نیز نقض و سرکوب حقوق بشر را به شدت محکوم می‌کند. باج دادن به رژیمی که مشروعیت خود را از دست داده و با اعمال سرکوب همه جانبه سرنگونی خود را به تعویق انداخته است، صرفاً خیانت به انقلاب سراسری آنها نیست، بلکه چشم پوشی از دخالت‌ها انقلاب زن، زندگی، آزادی، تجدید عهد می‌نماید که تا پایان دادن به حیات این رژیم و به سر کار آوردن یک رژیم دموکراتیک در ایران قاطعانه به مبارزه ادامه خواهد داد. اولویت حزب ما در شرایط حاضر عبارت از اختصاص بیشترین توان و ظرفیت خود به حمایت از انقلاب نوین جامعه کردستان و سراسر ایران است. تقبل این وظیفه سنگین و در عین حال مقدس می طلبد که تلاش‌های خود را در راستای ایجاد همبستگی و همکاری نیروها و سازمان‌های کردستان و فعالیت جهت تشکیل یک جایگزین و بدیل دموکراتیک و معترف به کثیرالملی بودن ایران برای مرحله پس از جمهوری اسلامی وسعت دهیم. حزب دموکرات کردستان ایران، مرکز اجرایی. زور سپاس بوکاک سعید. قاسملو لبجنا قندیل لبالای عقری لباورا زاگروس لوریا شاهو دالهو لحیبتا سلسمه و اویر لرباز دا جارنگ عربابا بالفت لسیمایا چیلشین ترغس بیسنگ لخوشویستیا همون اشتیمانم بو قاسملو برزان استاش بودری جدان بخو پیشاندان کمان برده کمین برو بالوستخانه ولاتی اتریش بوی دنگی نارضایتی خوشمن با بالوستخانه ولاتی اتریش بگین قاسملو فیرت کردین قاسملو فیرت کردین رای شهیدان بپیوین لتیکوشان نوستین آزادی و دی بینین قاسملو 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 بخوینی سورد نوسید تیکوشان تا سر کوتن شهید دکتر قاسملو شهید دکتر قاسملو 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 قاسملو
قاسملو رابري زانا وجيرمان دش سبن الخكانه قد ناسوا لبيرمان هزار سواو لجانب هزار سواو لجانب سداري ديمقراسي بحولو تيكوشانت كردت بدنيا ناسي خواني سوري خاصملو خواني سوري خاصملو مشغلي تيكوشانا بيرو برواي خاصملو درسي خباتو جانا بزمان انجلیسی للان خاتون روجین معودیان تکابل شد. July 13 marks the 34th anniversary of the assassinations of Dr. Abdulrahman Kasımlu, a distinguished leader of the Kurdish nation and former general secretary of the Democratic Party of Iranian Kurdistan, and his aide Abdullah Kadri Azer, the PDKI's representative in Europe. On that fateful day in 1989, negotiations between the PDKI and Iran were underway in Vienna, Austria, at the initiative of the Iranian government. Dr. Kasımlu and Kurdish delegation approached the negotiating table in good faith, hoping that after years of conflict, the Iranian regime was generally seeking a peaceful solution to the Kurdish question. Tragically, the Iranian diplomats committed an act of assassination, ruthlessly murdered Dr. Kasımlu and other members of the Kurdish delegation. Unfortunately, instead of ensuring that the perpetrators of this heinous crime, which occurred right in the heart of Europe and within a democratic nation, faced justice, the Austrian authorities facilitated their escape by escorting the terrorists to Vienna airport and allowing them to return to Iran. This failure to hold the perpetrators of the assassinations accountable represented deeply rooted and historic injustice that demands immediate attention and correction. The disturbing revelation that this failure occurred at the midst of commercial negotiations with the Iranian regime raises serious concern about the prioritization of economic interests over the pursuit of justice and the protection of fundamental human rights. Economic interests must never overshadow an unwavering commitment to justice and the protection of fundamental human rights. Europe, known for its strong stance on the principle of democracy and human rights, must take the lead in demanding justice for the assassinations of Dr. Kasımlu and Abdullah Kadri Azer. It is incumbent upon European nations, in cooperation with the international organizations and bodies, to pursue all available avenues to bring the perpetrators and their accomplices to justice. By opening the case and pursuing justice, Europe and the international community, including the Austrian government, will send a strong message to the Iranian regime that acts of terror will not be forgotten and justice will prevail, and that those who seek to undermine peace and stability will be held accountable. This commitment to justice will also honor the memory of Dr. Kasımlu and all those who have tragically fallen victim to such acts of violence by the Iranian regime over the past four decades.
The assassinations of Dr. Kasımlu and Abdullah Kadri Azad is not an isolated incident, but part of a pattern of state-sponsored terrorism by the Iranian regime. Terrorism has been one of the main instruments of the Islamic Republic of Iran's statecraft, which since its establishment. Over the past four decades, countless dissidents and opposition figures have fallen victim to the Iranian regime's state-sponsored terrorism, both inside and outside Iran's borders. Among these acts of brutality, the assassinations of Dr. Sadık Şarafkandi, Dr. Kasımlu's successor, and his aide in Berlin in 1992 stand as one of the few cases where the perpetrators were convicted for their crime. The German judiciary demonstrated its commitment to justice by holding the perpetrators accountable for the terrorist act in Berlin, and it's rightly held the top leaders of the Islamic Republic of Iran, the Islamic Revolutionary Guard Corps, and the regime's intelligence services responsible for this heinous act. This case provides compelling and indisputable evidence that the Islamic Republic of Iran is actively engaged in carrying out acts of terror while simultaneously sponsoring terrorism within and beyond its borders. The steadfast determination and unwavering commitment of the German judiciary to uphold the principle of justice in the case of the assassinations of Dr. Sadık Şarafkandi should serve an inspiring example to the international community, including the current Austrian government. Dr. Kasımlu was a visionary leader who dedicated his life to ideals of freedom, democracy, gender equality, and the inherent human dignity of the Kurdish people and other oppressed nations. Having spent decades in Europe, he was deeply influenced by the Western politics, culture, and always prioritizing dialogue and peace as the means to build a better world. The Iranian regime's assassination of Dr. Kasımlu at the negotiating table exposed its true nature, a violent and oppressive force that undermines the principle of peace and democracy. Although more than three decades have passed by since Dr. Kasımlu's tragic assassination, his legacy endures. Today, millions of Kurds, including our party, remain steadfastly committed to his ideals and are determined to carry on his struggle for justice, freedom, and the right of oppressed nations. Dr. Kasımlu's memory serves as a beacon to guide us forward towards a future where his visions of equality, dignity, and peaceful coexistence prevails. Democratic Party of Iran. International Relations Office. سیو چوار سال برینی بسول سر دلی میجوم چوری خوینی دیو ولاتم هشتا لکوسی پر حیبتی پاتبون نوی قدری پلان چاوی نکرد و توا جاری کیتر فیلو پلان بو سرداران دریجی کرا قازی هاواری برزه امجار قاسم لو پیکرا هاوار هاوار جاری کیتر هشت من دستی دزمان بچه تنیو گیفانو او جار قاسم لو پیکرا قاسم لو حیبتیک لویقار سامیک لسنگینی لرنگی میجو لچشنی کرد لرنگالی بونی سرشتی فر رنگی نشتمان لگرمی گوری حتاو لبونو برامی میخکی بر روکی سالار کیجی کردستان اولدوائین وسیتی سمکو چاوی پشکو قازی ماموستای بو قاسملو بالویزی کی خوزگی کرد بو با اسپایی خوینی بزریاس ناسان قاسملو خوینی بزریا نزانستی سپارد بو حلودای لباوش گرتنی خور بو تاروناکی بکات میوانی نشتمان رول غیرو مرگو نمان چوبونه پیشوازی نکی قاسملو نکی سمکو دلی قازی دلی نکی آخر اوان تنیا بخوین ندنک بت بترس بس ستم دلیان آرام دگری اوان غیرتی سمکو ترسان دبویان
اوان لنرمونياني بيشواتورن اوان لتو لمزنيتو لبيش مرقة لنيشتمان لدايكي وربرزي بإيمان زراويان شوا اوان لبيش وازي تودا مركيان چاندوا نكي نچي نکی نچی تو برای رنجی هزار سالی میجوی نکی نکی زامکان من هشتا قطمانی نگرتو تو جیسو توی تو به هزاران درد و آزار و خزگه هشتا زندوی هشتا زندوی هشتا زندوی سپاس پیما خوشا پیما بلای مبستی ایوه لا باشداری لم خوب پیشاندانه یادی 34 ساله دکتر قاسم رو چید؟ زور سپاس با اوی که ام خاطران دا با من امرو روژی که زور زور گرنگا با منو با ملتی کرد چون که روژی 34 من سالی ترودی دکتر قاسم رو سیاست مداری با نام بانگی کردو ناوچه خاورمیانه بلان با داخوا حکومتی پتو سیداره جمهوری اسلامی با کشتی تروری کرد ایمت ها حتا حتای رگه ادامه دین بشی کرد بشی کردستان نمان و رژیم جمهوری اسلامی تروریست جمهوری اسلامی تروریست خامنه ای تروریست حکومت آخوندی تروریست مرگ بر جمهوری اسلامی مرگ بر جمهوری اسلامی دیره از وکو اوکو پیامی بشینم یا با خلقی کردستانه یا با ریبوارین ریکا شهید دکتر از خواهی آسده نابینم اما وکو ریباره که ریا ریبازا دکتر قاسم لو وکو شاگرده که مکتبا دکتر قاسم لو از تنویر بیشم دکتر قاسم لو اگر 34 ساله به فیزیکی نماه اما حتی نها 34 ساله نامده نچوه چونکو بیرو ریبازا دکتر قاسم لو ماه یعنی دکتر قاسم لو براستی اواکده بشم به نمری ما یک لوان کسا کو به نمری ما و از بشم به نمری جیر لربازا کردهکی را بمینه لما چی از لیده را داخاز لگنجا دکم وکو داخاز گنج کردکم کو دکتر قاسم لو بکنه سرمشق خبات آخوا بکنه سرمشق تکوشان بو آزادی تکوشان بو دموکراسی تکوشان بو سرخابونا سرخابونا سیاست ها که خواهد به چه عالیه که نه گره نده دکتر قاسم رو بشه ام بو سربخویی ها خواه ام دوست خواه قربان بکن اما سربخویی ها حزبی و سیاسی ها خواهد دست ندار از داخل گیره که گنج این کرد وی ربازه درجه برنده و هر وقت حتی ها درجه دار نده یلک سپاس که یلک سپاس بوش آزادی و دموکراسی مافی روای گلمانه حتا کودک بمینه قاسم رو هر دمینه من نوکری نوا برای بازی دکتر شهید دکتر قاسم رو دار بروین حتا ادرو آخرین دو قطره خین من تا ادو روز جیان من اما لو رگا دا بردوام بین او ما مسامز روزانه امی وافیر کردو که هیچ روزه کل نده این لخبات کردن حتی دو روز دو آمانزی گلی کرد دیتا دی اما وفادار با رباز شهید دکتر قاسم دو دمینین و هیوادارم کردش بگا با آواتی خوی رعیوی شاد بیا سلام راست بیش سپاس دارم که باهاتون دارم. آورو ل بردم هلانی جاسوسی کمالی اسلامی ران کوبینه و ببونی یاد کنی وی سیشوار بین سالیه دیتروی دو قاسم لو هاور کنی. و هر وحه همو جلی کردو وفادارن برای بازی دو قاسم لو دنیا دکینه و تابه دهنانی خونی دکتر عبدالرحمن
وازل ربازي او برزني يعني زور سباس بيو شو زور سباس قاسم لو قاسم لو قاسم لو رابري زانا وجيرمان درس بن الخكانت قد ناس روالا بيرمان هذا اسراو لجانت سپاس بو ایوه من امرو خوشحالم لگل حوالانم که بجدارم لس 34 ساله ای دکتر عبدالرحمن قاسم نو و خوشحالم امرو لبو آماده بونی او کورکو بونه و زور سپاس بو ایوه بیشای ترسنو کارا آزادی و دموکراسی آزادی و دموکراسی کان علی زاد زور سپاس که در فت دا به ایمو و عمرو باشدار بویلم خوب پیشاندانه پی من خوش اله جنابت بپرسی نبست اله باشداری لم خوب پیشاندانه چیه؟ سلاو رزم اورو پازده جولای سال روزی تروری دکتر شهید رحمانی عبدالرحمنی قاسملو هاورکانی هاتوینه بردرگای سفارتی اتریش و بلند دادیم به تواوی خلچی کردستان کره تواوی شهیدانی کرد و کردستان ادامه دادیم و سنگر بجه نهیلیم سپاس با یوش که رو تشریفتانی ناو برنامه برای وچه بنای خواهی گوره من قرمان بابایی خلقی رجالات کردستان هاتوین تا بر رژیم دیکتاتوری ایران بلین که ریگای دکتر قاسم دو دوای 34 سال حد نبراوی و حد بردوام سرکوتن تا نسروتن زور والله من پیشمرگشی قدیمی مثلا لگه قاسمی کتابی کتابی قاسمی میاد سالان سال مثلا رژیم جمهوری اسلامی منی بعضا زخی زن شکنجه دکرد حضرتی دکردم چون که پیشمرگه بوم و چون که کردم زمین جورو حتمت و بجداری روزی مثلا شهید بودی قاسملو ما جمهوری اسلامی مثلا ناوانه کنیم جمهوری اسلامی مثلا کردی مثلا دکجی و آدم دکاو مثلا سر کرد دکاو دبوا یکی کردی ما فی خومن دوی آزادی من دوی مثلا بزمانی خومن دست بخینی بخینی قاسم نو مثلا ادامه داده نه تا مردن زور سپاس دوای 34 سال سرتور بودن دکتر قاسم دکتر شهید قاسملو دواره خوب پیشندانی خوان لبردم دلانی جاسوسی کمر اسلامی حال دینا که پیامی وفاداری خوان به دکتر قاسملو بگنین که رگات ربازی حیو تاکو گیشن به رگات هر لرگات امین درسی خبات و جانا شهید دکتر قاسملو شهید دکتر قاسم نو رهبری زانا و جیرمان درس بن الخکانت قناس لوان لبیرمان شما دیگه است که دیگه روزه دیگه جمع بیمنا و زوان خوما و تمام جهان بیشیم که رجای دکتر قاسم نو همیشه ادامه دیره و حاتم لیلا تظاهرات که این برزد رژیم آخوندی رژیم فاسد جمهوری اسلامی و بشیم که ما هدف مالی است که دکتر قاسم نو رگای دریجه ها و همیشه لطلیم های مرگ به رژیم آخوندی مرگ به جمهوری اسلامی بجی کرد بجی کردستان او که دکتر قاسم نو شهید دبین
شير كوبي كسي شاهير لهون راويك دا حصلي خوي بو دكتور قاسم لو آواد الدبري لما وكان ماندا قاسم لو لما وكان ماندا قاسم لو جوان ترين درختي عوشيو ناس دا ترين قلدانو انزانيو هاك ترين شوشي بنزريو يكمين رفاي كتاب خانيو قوليني نانا طلمدانو برداخا قرو قالي من دالتان مانا قاسم لو مصالح نمروز دا اگر اندو جو مكان مانا ابيتو بحتاوي بالحيوان بابو لفائزو ديتو سد بيخ فكان مان ولي كديتو بدستي بطاو غايتو قاسم لو او لقل خويدا بابا واشتري فديتو او لقل خويدا بابا واشتري فديتو شعري صوت بدستو سندي ابيتو كوري هنجو هنجوين نقصيدا و بسر حجاران دا ماو بمالي بخشيتوا اروا او اروا خويناتوا او اروا خوي تنيانا قريتوا باوالي شفاق نبينا قريتوا لقل نو رزيس فيدا نبينا قريتوا لقل هو ريقوا شهيدا نبينا بي لقل هو ريقوا شهيدا نبينا قريتوا او اروا خوي تنيانا قريتوا بام رجاء بخاطر وهاتي مكا محكوم كيم جمهوري اسلامي بخاطر تورر كد دكتور قاسم لو لكشوري اوتريش لش پايتخت وين مرد بر جمهوري اسلامي جمهوري اسلامي تروريستا بخاطر مخوان پشان كيمن بجي هرچ كرد كرد همشه زنوا قاسم لو همشه زنوا بجي كرد و كردستان قاسم لو قاسم لو مخبيني سوري قاسم لو لقل هاجو خوري روبارا لقل نمي تافقوا و هلديرا لقل شنبار فرنكي كردستانا لقل بيستني دنجي بيج مرقدا هرديتوا قاسم لو قاسم لو لرباز داريا لاندشة دا قوليت زريا لبرزي دا خور لخوشوستي دا بهاوتا لديموكرات بوندا مزندرين ماموستا برزان استاج داول لکه جمشید خسروی برپرسی کمیته حزب دموکراتیک کردستان ایران دکین که با پیشکشکنی سنده یک بفرمون سپاس خوشکو برایانی برز حزب لیان سیاسی کان فدراسیونی کوبلا کردستان یکان زور سپاس با ایوک لو روژه بشدار بوینا و هاتینا لروجی شهید بونی ریبری مزنو گورمان دکتر قاسم لو با محکوم کردنی جمهوری پتو سیدارا که حاضر بونه و زحمت کی شاید هاتین سیده زور سپاس تانکینو گلی سپاس با هاتین تانو و هر وحا هیوادارم بتوانین همیشه ملت کمانو خلک کمان پشتو پشتیوانی یک تر بی دواره سپاسی همو لایکانکم زور سپاس تانکم زور سپاس با کک زمشید خسروی برزان استاش به سرودی امام حسین مزنوزانه ای ریبری نوداری کرد خوب پیشاندانه که من کتایی پیدینین سپاس با بجداری تن ریباز خاسم لو بیری خاسم لو حضری خاسم لو تا گیشن با امان زکانی هر بردوان